با آقای امیر حسین لادن هستیم. سلام میکنم خدمتشون، بهشون خوش آمد میگم. میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم تا ایشون درباره به سوی تمدن بزرگ برای دوستانی که احتمالاً یا از بیخبری یا هر عشق علاقه‌ای که دارن میخوان دوباره سلطنت رو به ایران برگردونن، ایشون دقایقی صحبت کنن. آقای لادن، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر شما و بر بینندگانتون، سپاسگزارم از فرصتی که به من دادین. شاه در گشایش جشنهای 2500 سال شاهنشاهی در پاسارگاد در برابر آرامگاه کوروش همون جمله معروف رو میگه که هممون میدونیم که کوروش آسوده به خواب من بیدارم. آقای علی نقی عالی خانی که یکی از دستندرکاران حکومت شاه و نزدیکان شاه بود، در مقدمه کتاب یادداشت های علم جلد دوم در پاسخ به این مسئله می نویسه: ولی واقعیت جز این بود، تقدم های شاه و توقعات مردم در بسیاری زمینه ها با هم همخوان نبودند. میگه هنگامی که شاه پس از 22 سال سلطنت پیروزمندانه به دوراهی تاریخ رسید، میان دادن تقدم به نیازهای معنوی و مادی مردم که در پایان نام او را به عنوان یک رهبری مصلح جاودان می‌ساخت، یا به اندیشه های خود بزرگ بینانه که جز هوس زودگذر یک کتازی و قهرمانی چیزی نبود، مسیری را برگزید که برجامش فروپاشی دستگاهی بود که می توانست قدرت بالقوه آن را داشت. میخوام جمله خودشو بگم: قدرت بالقوه آن را داشت تا ایران را برای همیشه از عقب ماندگی و نادانی و بیچارگی برهانه. بد نیست که این قسمت و همین چند خط ایشون رو با همدیگه مروری بکنیم. میگه که شاه در اوج قدرت، تمام دشمنان و معترضین رو سرکوب کرده، زندان و تبعید، اهرم‌های قدرت و ثروت در دستشه و آمریکام پشتیبان مطلقشه. میگه ایشون الان یک سر دو راهی میتونه، یکی از این دو راه انتخاب کنه. یه راهش اینه که خواسته های مردم و نیازهای جامعه رو برآورده کنه. راه دیگه اینه که اون ایده های خودش و خودخواهی و جاه طلبی و قهرمان بودن رو برگزینه. و شاه میگه راهی رو انتخاب کرد که در نتیجه حکومتش و سلطنتش رو از هم فرو پاشید. و این جالبه، میگه که اگر شاه نخستین راه یعنی دادن امکان مشارکت به مردم را برمیگزید، باز به همان هدف نام آوری میرسید. ولی گرفتاری در این بود که شاه نمیخواست هیچ کس مگر خود او بدرخشد و مورد توجه باشد. کسانی که دوست دارن اینو مطالعه کنن تو صفحه 37 و مثال میزنه، میگه از جمله کسانی که این شاه نمیخواست به درخشن، یکی مصدق بود، یکی حسن ارسنجانی بود، یکی جمشید آموزگار. در مورد هر کدوم اینا یه جمله برای یادآوری به بینندگان بد نیست. در مورد مصدق من میخوام از زبان خود عالی خانی بگم که باز دوباره سلطنت طلبا حمله نکنن. علی خانی میگه که برای شاه که در نهضت ملی کردن صنعت نفت هیچ گونه نقش سازنده‌ای نداشت و به دست مصدق سخت خار و زبون شده بود، فرصتی پیش آمده بود تا خودی نشان بدهد و بکوشد تا مردم گذشته را فراموش کند. راجب حسن ارسنجانی برای آگاهی،
وزیر کشاورزی و عامل اصلی اصلاحات ارضی بود. ایشون موفق شد که ده ها هزار کشاورز رو بیاره در تهران برای یک جلسه ای و این مسئله شاه رو به وحشت انداخت، برای اینکه شاه نمیخواست هیچ کس دیگر جز خودش اونجا خودنمایی کنه. نه تنها ایشون رو از پست وزارت برداشت، حتی نمیخواست در ایران باشه و برای اینکه از ایران بیرونش کنه نقش سفیر یا چه میگیم شغل سفارت رو بهش داد و از ایران بیرونش کرد. و نرسیم به جمشید آموزگار. در زمانی که رئیس هیئت مدیره نفت بود در اوپک، شد رئیس اوپک، یک مرحله دوره‌ای داشت. در وقتی شد رئیس اوپک به شدت مورد توجه واقع شد کارهاش و حرفاش، نشریات دربارش نوشتن و شاه بلافاصله از علم خواست که ایشونو بکشه پایین و گذاشتش کنار. آلی خانی یکی از نزدیکانان و دستندرکاران رژیم شاه بود و دوست و یار صمیمی علم وزیر دربار. میگه این باز دوباره در نوشتش هست که شاه آنقدر خود بزرگ بین بود که حتی برای بقای سلطنتش توانایی سهیم کردن مردم در سرنوشت خودش را نداشت. حالا یه اشاره بکنیم به خود اسدالله علم که این که کسانی که با تاریخ نچندان دور میهنمون آشنا هستن میدونن که علم 30 سال خدمتگزار شاه بود، 13 سال وزیر دربار و نزدیکترین دوست و محرم شاه. ایشون در جلد پنجم کتاب یادداشت‌های علم می نویسه عده‌ای از دانش آموختگان و پژوهشگران دانشگاه به دو جناح حزب رستاخیز که از درون حزب تشکیل شده بود اعتراض داشتن و پیشنهادی کردن و من پیشنهاد رو به اعلی حضرت گفتم. این اشخاص از دانش آموختگان و پژوهشگران دانشگاه تهران میگن که ما میخوایم یک گروهی درست کنیم به نام هواخواهان اصالت عقل و این تاحت رو میگن. این که بر حسب فرموده مکرر اعلی حضرت که میگفتن ما دنبال ایزم نیستیم، مثل کمونیزم، سوشالیزم، کپیتالیزم، این دید ایزم نیست. و شاه میگه که من اجازه چنین چیزی رو نمیدم و مثلا میخوام میگه گوه خوردن، من بهتر میدونم یا اونها که چه چیزی برای مملکت خوب. حدیده که در این مسئله نهفته است مشکل حکومت خودکامه فردی. توجه کنیم به گفته خود شاه توی جلسه هیئت وزرا، داره به وزرا میگه که وزرا و معاونینشون و مدیر کلا از این به بعد فقط باید مستقیم با خود من گفتگو کنن و گزارش بدن. بعد میگه که این بزنینش تو گیومه، من سرچشمه تمام قدرت در کشور هستم. میگه دیکتاتوری پدرم لازم بود و حکومت فردی من نیز امروز مورد نیاز است. یک جمله از کتاب به سوی تمدن بزرگ که یک سال پیش از سرنگونی سلطنت شاه منتشر شد، میگه برای من به عنوان ناخدای کشتی سرنوشت کشورم. من فکر کنم این جمله بسیار مهمه و با اجازهتون یه بار دیگه میخوام تکرارش کنم. برای من به عنوان ناخدای کشتی سرنوشت کشورم در اقیانوس متلاطم جهان امروز به عنوان رهبر این ملت مأمور ایفای این رسالت هستم. اینجا میخوام یک گفته مصدق رو براتون بخونم. میگه که حکومت فردی و سقوط کشور، اگر ناخدا یکیست هر وقت که ناخوش شود کشتی در خطر است. وقتی که مرد کشتی به قعر دریا می رود. ولی اگر ناخدا
متعدد شد، ناخوشی و مرگ یک نفر در مسیر کشتی مؤثر نیست. باید بیاموزیم هیچ ملتی در سایه استبداد به جایی نمیرسد. اینو یه مزه مزه بکنیم ببینیم. این میگه که یعنی گفته مصدق مثل یه پیشگویی میمونه. میبینیم که ناخدا یکی بود، مریض شد، کشتی در خطر افتاد و زمانی که رفت کشتی سقوط کرد. شاه دوباره در ادامه نوشتش میگه که رساندن ملت ایران به دوران تمدن بزرگ، بزرگترین آرزوی من و رهبری کشورم در این راه اساسی ترین وظیفه است که به عنوان مسئول سرنوشت این کشور برای خیش قائلم. شاه متوجه نیست که بزرگترین مشکل همین، یعنی شاه میخواد چوپان و مردم گله باشن. عده‌ای از مردم در ایران طبق قانون اساسی که میگوید شاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد، نه چوپانی و مسئول بودن شاه رو میپذیرفتن و نه گوسفند بودن و بیمسئولیتی خودشون رو. شاه تنها خودش را شایسته هر کاری میدانست و برای مردم ارزش و اهمیتی قائل نبود و اجازه نمیداد در تعیین سرنوشت خودشون شرکت کنند. شاه یه مصاحبه معروفی داره با اوریانا فلاچی. اوریانا فلاچی میگه که تنها سیستم حکومتی برای ایران رژیم شاهنشاهی است. اگر من توانستم خیلی کارها برای ایران انجام بدهم، به این دلیل است که من شاه هستم. برای انجام کارها قدرت لازم است و برای حفاظت قدرت نه احتیاج به اجازه دارم نه احتیاج به مشورت. متاسفانه شاه هیچگاه درک نکرد که تمدن بزرگ نیاز به ملت بزرگ دارد، نه چوپان و گله گوسفند. من شخصا تردیدی ندارم که شاه وطن پرست بود. تردیدی ندارم که برنامه‌های مفیدی برای ایران داشت. ولی خود بزرگ بینی و خودشیفتگی جنون‌آمیزش به او اجازه نمیداد که برای دیگران هم سهل می‌خواهد باشد. در این راستا امروز کسانی که برای دوباره سازی سلطنت تلاش می‌کنند و پشت سر رضا پهلوی سینه می‌زنند، از یک سو از تجربه تاریخی میهنمان ناآگاهند و اون نادیده می‌گیرند و از سوی دیگه با متن جامعه دیکتاتور پرور بت‌ساز بت‌پرست ناآشنا هستند. پدیده طرفداری از دوباره سازی سلطنت نه جدیده و نه مختص به ایران. چند کشور دیگر هم در این کار شرکت داشتن و سعی کردن، از جمله یونان، یوگسلاوی، افغانستان تلاش های بیهوده و بی‌نتیجه کردن برای دوباره سازی سلطنت. کنستانتین دوم در یونان، پتر دوم در یوگسلاوی و محمد ظاهرشاه در افغانستان. در مورد اینکه شاه میخواست ملت رو به دروازه تمدن بزرگ برسونه، یه ضرب المثل آمریکایی رو با هم مرور میکنیم. میگه The road to hell is paved with good intentions. یه دور دیگه برای اینکه جا بیفته. The road to hell is paved with good intentions. به فارسی میگه جاده‌ای که ما رو به سوی جهنم میبره با نیت‌های خوب صاف شده، هموار شده. معنی این اصطلاح اینه که کافی نیست که شما نیت‌های خوب و درست داشته باشید. و همینطور که میگه جاده به جهنم هم با نیت‌های خوب اسفالت شده. بنابراین کافی نیست که وطن پرست باشید. باید خودشیفته و خودپرست نباشید. کافی نیست که نیت‌های خوب داشته باشید. باید خودکامه و فردگرا نباشید. و در پایان برعکس
تصور شاهپرستان کشور متعلق به ملت ایران است. سپاسگزارم. من از شما ممنون و متشکرم و امیدوارم که اینها هم گوش شنوا داشته باشند. ولی شما یه نکته رو گفتید، گفتید اینایی که دنبال رضا پهلوی هستن حقیقتا کسی نیست آقای لادن، و آقای رضا پهلوی هم اینو میدونه. یه دوستی داریم همشهری ما آقای خوشنودی، گفت اگر اینو نمیدونست اقلا بعد این همه سال یه فراخانی میذاشت تا ببینه چند نفر میان سراغش. البته ناگفته نمانه، اون کسی که چلبی رو هم برداشت فرستاد عراق، نمیاد ازش بپرسه چند نفر هوادار تو هستن، چند نفر. و این رادیو تلویزیونایی که مخصوصا مال لس آنجلس هستن و رادیو تلویزیونای وافوری بهشون میگن، هی میان بهبه و چهچه میکنن که زمان شاه گلستان بود و اینجوری اینها، و چند نفر هم زنگ میزنن. من فکر نمی کنم آقای رضا پهلوی اگه امروز حتی آمریکا هم بهش بگه بیا برو ایران، بلند شه بره. چون قبلا وقتی جوان بود بهش گفته بودن، یه پروگرامی بوده گویا ایشون یه قصری هم در جزیره کیش داشته، بهش میگن که بیا برو اونجا و ما چنین میکنیم و چنان میکنیم، و قرار بوده بگیرن و بزنن و یک کشورم یه جاییشو بدن به فلان آقای صدامی مدامی هر کی. ایشون تنها چیزی که نگرانش بوده گفته راه فرار چیه، به اصطلاح چیکار کنیم که از اونجا. البته بد نیست آدم پلن داشته باشه برای فرار، چون قرار نیست همه برن کشته بشن، قهرمان بشن، لژند بشن. ولی خداییش من بارها گفتم اگر منم جای ایشون بودم نمیرفتم، ولی اقلا این صداقت رو داشتم که بیام بگم آقا من نمیرم، شما نگاه کنید ببینید سرنوشت تمام پادشاه‌های ایران چی شده. آقا شما به ما بگو، یکیشو که میگن خوب هست و قبرش هم اونجا هست و سنگش هم اونجا هست، همین آقای کوروش، اثری ازش نیست. تا زمانی هم که شاه به خاطر اون جشن 2500 ساله نرفته بود اونجا، من شیرازی هم حتی از پاسارگاد نمیرفتم سر قبر کوروش. الان تازه مردم بیشتر میرن که سر قبر کوروش هم من با شما بحث دارم، چون کتاب شما رو خوندم و دیدم که تو کتاب شما راستی این یه فرصتی پیش آمد بیمارستان رفتن من، یک به اصطلاح نقطه عطفی اگه داشت، یه چیز خوبی اگه داشت، این خوندن کتاب شما بود. کتاب بسیار جالبیه، خوندنشو به دوستان پیشنهاد میکنم. ولی من دیروزم تو برنامه گفتم که به نظر من میاد که شما یه جورایی خودداری کردین نظر خودتونو بگین، و به همین خاطر در قسمت کتاب آخر کتاب اول آمدید نوشتید که خب من نظرات دیگران و اینها رو گفتم و حالا ممکنه بعضی هاش درست باشه بعضی هاش غلط باشه. مثلا راجع به سرو کاشمر، درست میگم سرو کاشمر بود نه؟ کاملا بله. اولا که میخوام هم به شما بگم هم به بینندگان تو که من بسیار بسیار خوشحالم که شما سالم هستین و برگشتین و دارین کارهایی رو که در بیداری و آگاهی دیگران میکنه انجام میدین. من میخوام در مورد اون اشاره که شما به سرو کاشمر کردین خدمتون بگم که اگه نگاه کنین در اون صفحه دو سه خط پیش از داستان، حتی گفته شده داستان سرو کاشمر، دو سه خط پیش از اون داستان و دو سه خط بعد از اون داستان یه مجموعه است. و بد نیست که اگه موافق باشین من اونو بهش یه اشاره بکنم. به اجازه میدین این کار بکنیم؟ بفرمایید. هستش صفحه 47. یعنی اون سرو کاشمر توی کپسول نیست، در رابطه با یک داستانیه با اون اینه که ایرانیان باستان برای طبیعت احترام ویژه قائل بودند. در فرهنگ ایرانی درخت سرو نماد آزادی و پایداری بود، و بعد در این چارچوب داستان سرو کاشمر رو که درختی بود که به دست زردشت و یا به دستور او کاشته شده بوده و حالا قرنها گذشته بوده، یک درخت عظیمی شده بوده، و اینکه چجوری مورد حسد
دشمنان و اعراب بوده و قطعش میکنن. ولی اگه باز چند تا جمله بعدش هم نگاه کنیم، میگه که اجدادمان خود را از طبیعت جدا نمیدانستند، رودخانه و جنگل را هدیه آسمانی میپنداشتند، نگهداری از درخت و درختکاری از آداب کهن ما بوده. یعنی من در چارچوب این که ما اجدادمون با طبیعت خودشونو نزدیک میدونستن و احترام میذاشتن، و اینجا خیلی جالبه که این داستان روز درختکاری بود در ایران، داشت زمان شاه انجام میشد، این برمیگرده به همون زمان که وقتی که یه بچه متولد میشد خانوادش یه درخت میکاشت و جشناشون با درخت بود. میگن پس از حمله اعراب به ایرانه که عید قربان به وجود میاد و وقتی بچه به دنیا میامده یا یه اتفاق میافتاده مثبت یا منفی گوسفند و گاو میکشتن. حالا به هر حال چه اندازش حقیقیه چه اندازش داستانه، یعنی میخواستم خدمتون بگم که اون داستان سرو کاشمر در اون رابطه بوده، به تنهایی خودش معنی و مفهومی نداره و واقعا هم یه داستانه، ما نمیدونیم که حقیقت چقدر هست. بله ببینید، مثلا من الان این صفحه رو نشون دادم، چون وقتی تو بیمارستان بودم کاغذ و قلم نداشتم، با تلفنم عکس میگرفتم از اون صفحه‌ای که میخواستم و نشون میدم. الان اینجا روی کامرا دارم نشون میدم و این داستان رو اینجوری میگه که اعراب به اصطلاح برای که هر چیزی رو که ایران براشون محترم بود از بین ببرن، بعد ایرانیان برای جلوگیری از این عمل تخریبی پیشنهاد کردند که 50,000 سکه طلا به خلیفه بدهند. ببینید، شما به عنوان یه محقق دارید کتاب می‌نویسید و می‌خواید من رو روشن کنید. وقتی که اون شرایط رو که من و شما به اصطلاح ازش خبر داریم، حمله بوده، تجاوز بوده، بردگیری بوده، نمیدونم طرف رو میکشتن، زنش هم میبردن برای کنیزی و اینها، تصور کنید کدوم ایرانی 50,000 سکه بره به خلیفه پیشنهاد کنه، بعد اون خلیفه اصلا احتیاج نداره اینا کسی بهش سکه بدن، همه دار و ندارش مال اوناست. بعد حالا یه درختی رو، بله تو کالیفرنیا و من این پارکرم رفتم که اون ملکه انگلستانم اومده و تو آمریکا ماسومیه یه چیزی تو کالیفرنیا، درختایی هست که ماشین از داخل ریش، یعنی از داخل اون بدنش مثل پل، مثل چیز تونله، میرن و میان و میگن چندین هزار سال هستن. ولی سرو کاشمر اینقدر بلند بوده که اینها وقتی میبرن بعد کاروان میارن اینا رو میفرسن. خود شما به عنوان یه خواننده داستان، من دوست داشتم شما نظرتون رو به من بگید، آیا همچین چیزی امکان پذیره؟ آیا این شما رو یاد همون کتابای ایرانی‌ها رو آمدن 40,000 شتر و خب ببینید اینو وقتی میبرین، اون هزیتیشنی که من میگم یا اون خودداری که فکر میکنم شما قلمتون رو نگه داشتید و نظر خودتون رو نگفتید به نظر من هست. حالا دوستان بخونن این کتاب رو، اونها هم نظر بدن، ولی اون چیزی که من گفتم صفحه 68 که آخرین صفحه کتاب اول هست، شما نوشتید توضیح نگارنده، چون شما به خودتون به عنوان نگارنده اونجا هر وقت میخواین اشاره میکنین، نوشتید که با در نظر گرفتن بیش از 3,000 سال از پیدایش زرتشت و ده‌ها قرن از سلطنت کوروش و عدم وجود اسناد و مدارک لازم، نگارنده پیشنهاد میکند که خواننده باید امکان بدهد که برخی از این مطالب با افسانه و اسطوره آمیخته باشد. درست همین چیزی که الان توضیح دادید، از این بابت ممنونم. خب شما اگه در این قسمت صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه من چند تا عکس دیگه از صفحات دیگه گرفتم اونا رو نشون بدم و نظر خودم رو بگم یا اعتراض خودم رو بگم، شما هم نظرتون رو بفرمایید. من همون عکسایی که شما به نمایش میذارید، پس بنابراین صفحه بعدی رو که به نمایش میذارید به من بگید چیه که من بتونم نگاه کنم بهش. و این داستان سرب رو من برای نشون دادن اون رابطه ایرانی ها با طبیعت اونو باتیش کردم و نوشتم داستان، و حالا
میتونه به نظر من، چون به مقدمه کتاب نگاه کنین نوشتم که من انتظار دارم که فرهیختگان و پژوهشگران و دیگران به من نقایص کتاب و کمبودهاش رو توضیح بدن، بگم که کتاب بعدی بهتر باشه، و این به نظر من اعتراض شما اعتراض واردیه. ولی باز دوباره این در چارچوب توضیح دادن اون رابطه با طبیعت. خیلی ممنونم. من معمولا یک کتابی یا مقاله‌ای میخونم، وقتی که به یه جایی رجوع شده یا میخوان اسم یک کتابی رو بگن، توی همون صفحه، مثلا اگه تو پرانتزی نوشته یک، اون پایین نوشته یک، یا اگه ستاره گذاشتن، استرایک گذاشتن، اون پایین توضیح داده. ولی دیدم که شما همه اینها رو جمع کردید در صفحات آخر. اتفاقا در قسمت اول برنامه، در برنامه خودم گفتم امیدوارم اگه ایشون باز خواستن این رو چاپ مجدد کنن، این فهرست منابع رو به عنوان چند صفحه در آخر کتاب قرار ندن. هر صفحه‌ای که بهش به اصطلاح رجوع شده توی اون صفحه پایینش اونا رو بنویسن. میدونم یک کم کار مشکلی، چون شما دوباره باید بشینید صفحه چینی کنید و اینها، ولی این نظر من بود. البته گفتم باز به دوستان، این چیزایی که شما گذاشتید برای که بفهمیم صفحه چند بودیم و اینها، دو تا گذاشتید، من یکیشو گذاشتم در قسمت فهرست به اصطلاح منابع، و هر چیزو میخواستم همون موقع میرفتم و بر میگشتم. به قول آمریکایی‌ها back and forth آسون بود، چون دو تا از اینا. اینا رو چی میگیم در فارسی؟ این چیزایی رو که میذاریم وسط کتاب موقع کتاب خوندن. پانویس. پانویس. آها. بله، پانویس. خب خیلی ممنون. اجازه بدید من صفحه بعدی، صفحه 57 هست، راجع به سلطنت کوروش، که کوروش شاهی مهربان با اراده اینها بوده، ولی همون تاریخ نویسا ماجرای کوروش رو میگن چنان به اصطلاح کشتار کرده و خونخواری کرده که مادر یکی از اونایی که کشته شده دستور میده، حالا لابد جایزه ای تعیین کرده، که کوروش رو سرش رو میبرن، جدا میکنن و در یه تشت خون میذارن و میگه تو که خون دوست داری، حالا بخور تا سیر بشی. بعد گویا با دستن در کار بودن چند تا واسطه که اینم پادشاهی بوده و اینها، احترام میذارن و تمیز میکنن و اینها، جنازه رو به اصطلاح بر میگردونن به ایران. آخه نمیخونه یه نفر بلندش از کشور خودش بره یه کشوری که مردمش ناراضی بودن از اون به اصطلاح حکران هر کی بوده، بعد بره اونها رو آزاد کنه، بعد ببینیم خودش اینجوری کشته شده. اگه داریم باره یک کوروش صحبت میکنیم، ولی میدونیم کوروش چند تا بوده، داریوش یکی دو تا بوده، اینا رو من گهگاهی قاطی میکنم. شما نظرتون در این 515 سال قبل از میلاد، زمانی که ارتش منظم ایرانیان پشت دروازه بابل، عراق امروز قرار گرفت، امپراتوری بابل در حال فروپاشی بود، ارتش نامنظم، اصناف و تجار بی توجه به احوال مردم و بی اهمیت به کشور، تنها به دنبال منافع خیش بودند، و جامعه روحانیت که قدرت را غصب کرده بود هر روز دنبال کنترل. یعنی شما داری از شرایط بد اون کشور میگی، بعد آقای کوروش میره اونجا، دوستان کلیمیرم نجات میده و میاره ایرانو، که ای کاش همونجا نجاتشون داده بود، گذاشته بودشون همونجا زندگی کنن. و بله، نظرتون درباره این چیه؟ اینم باز شما با مراجعه به تاریخ به صورت داستان دارید میگید، یا واقعا باور کردید که کوروش یک آدم صلح دوستی بوده و یک همچین پادشاهی در جهان را انداخت؟ خب ببینیم، شما در مقابل این داستانی رو که من بازگو کردم، یک داستان دیگری رو بازگو کردیم که یک مادری برای انتقام گیری میگه سرش کوروش رو بریدن، گذاشتن تو تشت خون. خب اولا که نگاه کرد که تا چه اندازه کدوم این داستان ها بازگو شده از طریق نویسان، تاریخ نویسان، و کدومش بیشتر افسانه است یا کمتر افسانه است. ولی شما اگر اون داستان مادر رو بپذیری، بعد این داستان هم بپذیری، یعنی هیچ کدومش بر دیگری برتری واقعا نداره. این یک. حالا داستان کوروش
مختص به یکی دو تا تاریخ نویس نیست و حتی 250 سال پیش هم در موردش گفته شده و همینطور که شما خیلی کامل اطلاع داریم که سه تا از پدران آمریکا از ایده ها و برداشت های کوروش به ویژه عدم وجود مذهب در مذهب رسمی در مملکت استفاده کردن. توی واشنگتن توی موزه کتاب گزنفون که در مورد کورشه که متعلق به جفرسون تاماس جفرسونه هست و تاماس جفرسون در حاشیه نوت نوشته چندین صفحه راجب مذهب رسمی. خب ببینید پس یه چیزایی هست، یعنی اینی که نمیشه فقط گفت نه یه دونه اسطوره بوده و هیچیش هم درست نیست و خب آدم خوشم بوده. اینی که شما وقتی میرفتی یه کشوری رو میگرفتی میبایستی آدم کشی بکنی و به خاک و خون بکشی تا اجاری رو بگیری، اینا همه وجود داشته و غیر از اون نمیشه. یعنی جورج دبلیو بوش هم وقتی رفت عراق رو بگیره همه چی رو کمپایه کنده. ولی من میگم که داستان کوروش یه خود جدیتره، یه خود بلیوبل، یه خود باور کردنی. بله باور کردنی تره برای این که در ادامه پیدا کرده. یعنی کتابی هست که میگن که یک نوع مدیریت رو از اون اندیشه ها برداشتن و انجام دادن. سه تا از پدران آمریکا، ما میدونیم که، یعنی من شخصا اعتقاد دارم که پدران آمریکا آدمای بسیار بسیار با دید و آینده نگر بودن و تونستن یه دموکراسی رو پایه گذاری کنن که با بقیه دنیا تفاوت داشته. و اینجا میبینیم که هر سهشون، جفرسون، فرانکلین و مدیسون، هر کدومشون هم با تورات آشنا بودن و در مورد کوروش خونده بودن و هم کتاب گزنفون رو خریده بودن و خونده بودن و فرانکلین، جفرسون دو تا از اون کتاب داشته، میخواست یکیش رو دست نزنه یکیش رو دوش نوت بنویس که الان توی موزه است. خب میگم پس یه خود جدی تره. بله خیلی ممنون آقای دکتر رضا سلامی که ایشون همشهری من هست و در نورت کارولاینا زندگی میکنن. ایشون میگن که دنیا dynamic has the world is dynamic and every second is changing but unfortunately we stuck in past. میگن که دنیا قابل تغییره ولی ما متاسفانه در گذشته به اصطلاح داریم درجا میزنیم. بعد ایشون سوال کرده که آقای لادن what's your proposal to take democracy to Iran in a simple sentence. میگه در یک جمله ساده که البته شما در برنامه های گذشته گفتید به همین سادگی هم نیست و این کار آموزش و پرورش و قدم به قدم پیش رفتن و تأسیس سازمان نوین و اینها هست، ولی فکر کنم آقای رضا سلامی اولین بار هست که برنامه شما رو میبینه، به ایشون پیشنهاد میکنم اول از وبسایت شما دیدن کنن. از شما هم خواهش میکنم از دستندرکاران سایتتون بخواین که یه لینکی بذارن برای تمام ویدیوهای شما به صورت پلیلیست که معمولا آخرین برنامه بیاد نشون داده بشه و هر کسی مایل باشه بتونه باقی رو ببینه. این کمک میکنه با آقای رضا سلامی و از ایشون دعوت میکنیم یه وقت مهمون ما باشن با شما صحبتی داشته باشن. اگه شما دوست دارید درباره این یه بار دیگه بگید که در چند تا جمله ساده راه این که دموکراسی رو به ایران ببریم چی هست به نظر شما؟ سپاسگزار از جناب سلامی که برنامه رو دارن میبینن و عکس العمل نشون میدن و مینویسن، این بسیار مورد تقدیره. ببینید اگر بکنم آخرین برنامه‌ای که با هم داشتیم راجع به این که چجوری جلوگیری کنیم از دوباره سازی دیکتاتوری در ایران، اون یه مقداری گویاست و اون برنامه میتونه کمک کنه به
دید و اندیشه‌ای که وجود داره که امیدواریم به نتیجه برسه. من لینکشو بعد از برنامه برای ایشون میفرستم. ببخشید. بله. باید در نظر داشته باشیم که فقط این نیستش که ما یک سیستمی رو برداریم بریم ایران پیاده کنیم. این کافی نیست. یعنی من حتی یه چیزی میگم که میدونم خیلی ها فردا فوش خواهند داد. اون اینی که دشمن اصلی ما جمهوری اسلامی نیست. اون یکی از مانعهایی که الان جلوی ما وجود داره. دشمن اصلی و اساسی ما در درون ماست. ما یک مشکلات و کمبودهای فرهنگی داریم که کاملا عوامل بازدارنده و تخریبیه و ما کارایی که میخوایم بکنیم به نتیجه نمیرسه به خاطر اون مشکلات. یعنی ما نیاز داریم توی آینه درون نما به خودمون نگاه کنیم، ببینیم که چه کمبودهایی داریم و وقتی دیدیم یه مقداری اونایی که میتونیم بپذیریم و در رفعش کوشا باشیم. اینی که ما الان، من حتی یه دفعه یه نفر که خیلی متدین بود با من صحبت میکرد بهش گفتم که اگر الان موسی و مسیح و محمد ستایی رو جمع کنید و این ستا برن در ایران بخوان حکومت دموکراسی پیدا کنن، پس از چند ماه یکی یکی همشون اعدام یا زندانی میکنن و خود مردم و باز دوباره یک بوت دیگری رو به وجود میارن. یعنی ما هنوز در نرسیدیم به اون جایی که باید برسیم، یعنی با مشکلات خودمون کنار نیومدیم. و کسانی هم که فکر میکنن نه اینطوری نیست، هنر نزد ایرانیان است و بس، یه نگاه بکنن به اپوزیسیون خارج از کشور در آمریکا، ببینن که طی 40 سال گذشته چه گلی به سر خودشون و دیگران زدن. یک دونه گروه منسجم با همه همگام وجود نداره. ما اگر 8 نفر جمع میشیم 11 تا ایده داریم. توانایی با هم بودن، با هم فکر کردن، با هم کار. من دفعه پیش مثال مصدق و حزب براتون زدم که میگفت چرا بهش میگفتن چرا حزب نداری؟ میگفت اگه 100 نفر تو حزب باشن شما شورای مرکزی رو درست میکنی 5 نفر، 95 نفر دیگه قرار میکنی. ما باید اول خودمون رو درست کنیم. بسیار ممنونم. آقای سلامی هم تشکر کردن از اینکه سوالشون رو شما پاسخ دادید. بعد البته میگن که خب جمهوری اسلامی رو اون بریتیش شادو گورنمنت، اینا حالا فلسفه‌ای هست که حتی توی آمریکا هم الان ترامپ داره به مردم میگه که ما اینجا یک دولت سایه یا استیت گورنمنت داریم، که اون ادعا میکنه برای بیس آقای ترامپ که میگه من میخوام کاری کنم که این دولت رو از بین ببرم و حکومت دوباره دست مردم باشه. یک خبر خوب شما گفتید که اپوزیسیون، من بهشون میگم قمپوزیسیون، اپوزیسیون چه گلی بر سر خودشون زدن. یک گروه کار تشکیل داده آقای پمپئو و احیانا چند تا از اینا رو جمع کرده. من فکر کنم برای این باشه که فقط افرادی مثل آقای، مثل خانم هما سرشار، آقای بیژن خلیلی و دیگران که اون مهمونی رو راه انداختن، دختر خانم، دختر آقای گنجی رکسانا، اینا رو فعلا خوشحال نگه داره. و الا خود ترامپ توی مخمصه بزرگی افتاده که داره دست و پا میزنه و شما نمیتونید از کسی که توی یک باتلاق داره دست و پا میزنه انتظار داشته باشید که از اونجا بیاد و شما رو که توی یک استخر هستید نجات بده. در صورت آقای سلامی شدیداً دنبال رو رضا پهلوی شده که برای من واقعا باعث تعجب و تأسفه و امید داره به ترامپ که باز هم برای من تأسف و تأثر. حالا امیدوارم در برنامه ایشون بتونن بیان این رو توضیح بدن. بذارید این ترامپ و اینا رو بذارید کنار، دو تا داستان میخوان شما در این رابطه صحبتی کنید یا بله. دو تا داستان شما نوشتید، من این رو دوست دارم هم نشون بدم به بیننده ها، هم شما درباره این توضیح بدید این ماجرا چی بوده. یا من چون اینا رو در بیمارستان میخوندم متوجه نشدم، یا اینکه داستانه رو باید طرف یک چیزی ازش بدونه که با گفته شما
بتونه مراجعه کنه با اونجا. شما نوشتید که در این بخش چند رویداد و تجربیات شخصی برخی از تلاشگران و دستاندرکاران ارائه شده تا خواننده با آسانی بتواند عوامل بازدارنده و نقش تخریبی ناشی از آن را ببیند، لمس کند و ارزیابی نماید. برای مثال داستان کارخانه صابونسازی، کسب اجازه تأسیس از دولت، عدم قانونمندی، خرافات و موهومات مذهبی، مخالفت نظام الملک با کارخانه به دلیل آنکه چراغ مقبره پدرش کم نور خواهد شد. اینو بگید تا بعد داستان بعدی رو من بخونم. این چه صفحه؟ عکس صفحه‌شو نگرفتم متأسفانه، ولی اونجایی که شما اول چیز دارید صحبت میکنید و صفحه بعدیش راجع به کتاب سوم صحبت میکنه. بذارید من اینجا شاد پیداش کنم بهتون بگم. میدونم داستان، میدونم چیه. چیزی که شما دارین میخونین در یک مقدمه است و شما توی مقدمه معمولا یک اشاراتی میکنین به اینکه در کتاب در چه موردهایی گفتگو میکنین. بعدن که جلوتر که برین داستان کامل صابونسازی و آقای میرزا حسن تبریزی اون تو کامل هست و داستان اینه که یک، حالا من چون صفحشو نمیدونم تمام اسم اشخاص اینا تو ذهنم نیست، ولی در زمان قاجاریه یکی از ایرونی ها که با صابون و صابون پزی در فرانسه آشنا شده بوده میره پیش دولت و میگه که من میخوام یه دونه از این کارخونه رو بیارم، اینم نمونه صابونشه، به همه اون دستاندرکاران میده و همه میپسندن، میگن چقدر خوبه، عالیه، ازش استفاده میکنن و به این میگن خیلی خوبه، بهش اجازه میدن. این بدبختم میره زمین رو میخره و ساختمون رو میسازه و کارخونه رو تو فرانسه میخره و با وارد میکنه. وقتی میخواد شروع کنه به کار، کسی که ناصرالدین شاه بهش چیز داده بوده، حق یک عوارضی از صابون پزخونه، جایی که صابون می ساختن در تهران، که این اون عوارض رو می گرفته و در قبر پدرش چراغ روشن می کرد، سر قبر پدرش، و میاد شکایت میکنه که نه 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 تو این کارو بکنی قبر پدر من تاریک میشه. این میگه آقا من اون عوارضی که شما میگیری من بهت میدم که قبر پدرت روشن باشه، قبول نمیکنه. بعد میگه اون میاد بیاد میگن که آره ای تو این صابونو بیاری مال تو مرغوبه و خوشبو و خوبه، دیگه کسی صابون ایرانی نمیخواد. میگه من به تمام صابون پزیای که تو تهران هستن یا جای دیگه بهشون یاد میدم و فرمول میدم که چجوری بسازن، بالاخره اجازه نمیدن و این زندگیش همه چی نابود میشه. و این داستان در این رابطه بود که نشون بدیم که تا چه اندازه عدم قانونمندی، یعنی شما میایی اول اجازه میدی به یه نفر که یه کاری رو انجام بده، یارو سالها زحمت میکشه، هزینه فراوان میکنه و بعد چون قانون وجود نداره همونجوری گفتی آره، بعد میگی نه. شبیه داستان خمینی و بازرگانه که اونم الان بهش اشاره میکنم، یعنی یکیشونه، یکیش هم خرافات مذهبیه که روشن کردن یک شمع در قبر پدر ایشون مهمتر از یک کسب و کار و رونقیه در مملکت. بهداشت مردم، خمینی و بفرمایید، میگم بهداشت مردم، تمیز بودن و به اصطلاح سلامت مردم. ممنونم از شما. این صفحه 28 بود پیداش کردم و پس من اینو درست بوده که متوجه نشدم، چون داستانه فکر کردم اینه، من گفتم خب یا باید بدونیم داستانو یا شما میگین کاملشو بعدا می‌نویسین. دنباله همین داستان میرزا حسن تبریزی میاد، مشهور به این رشدیه است دیگه، نه؟ پدر آموز پرورش مدرن در ایران که در سال 1888 به زادگاه خود تبریز بازگشت و مدرسه‌ای به شیوه جدید برپا نمود و با مخالفت، تهمت و عوام فریبی جامعه روحانیت روبرو شد. آنان با شایعات دروغ و ساختگی هر روز برای رشدی و مدرسه پاپوش می ساختند، زنگ مدرسه را، ناقوس کلیسا و کسانی را که فرزندان خود را به مدرسه می فرستادند کافر می نامیدند. صفحه 28 بفرمایید.
این داستان رو به این دلیل نوشتم که در اون قسمت در این مورد داریم صحبت میکنیم که چجوری ملاها، آخوندها، جامعه روحانیت با آموزش و پرورش نوین به شدت مقابله و مبارزه میکرد. و این رشدیه وقتی که 13-14 سالش بوده میخواسته بره پیش یه آخوندی درس بخونه، پدرش میگه نه و اینو میفرستش از ایران بیرون. این میره در بیروت درس نوین میخونه، چیزایی که اون موقع در ایران وجود نداشته، و بعد میره در تفلیس یه مدتی درس میده و برمیگرده ایران میخواسته خدمت کنه. و این داستان و اینکه چجوری همه کارهای اینو نابود میکردن، کتاباشو آتیش میزدن، مدرسهش رو تخریب میکردن، که نشون بدیم که تا چه حدی مبارزه میکردن با آموزش و پرورش نوین. و حتی در همین داستان نوشته شده که وقتی که یکی از ملاهای بزرگ، یعنی آیت الله اون روز، میاد باهاش صحبت میکنه، میگه که آیا شما خودت نمیپذیری که اگر این نوع مدارس در ایران برپا بشه 10 سال دیگه تعداد نادانها و بیسوادها از بین میره و اون وقت تکلیف مذهب چی میشه؟ تکلیف روحانیت چی میشه؟ یعنی داره کامل کامل اقرار میکنه. کاش یه ویدیو داشتیم از این پخش میکردیم. خیلی ممنون. من آخرین سوالم از در رابطه با کتاب، بعد یه مقداری درباره آقای سلامی صحبت میکنم، چون ایشون نوشته من دنبال رو رضا پهلوی نیستم. البته خودشون متوجه نیستن، از این ور میگن رضا پهلوی بهترین انتخابه، بعد میگن من دنبال روش نیستم، بعد تبلیغ میکنن هر روز براش. خب اینا با هم نمیخونه آقای سلامی. ولی آقای اکبری میگه دقیقاً من با نظر آقای لادن موافقم و این رو بارها گفتم که مشکل ما، بله امروز دشمن ما جمهوری اسلامیه، ولی فردا کی میخواد بیاد؟ اونی که میخواد بیاد دوباره میشه دشمنمون، اون کیه؟ ما هستیم. خیلی ممنون. و این قسمت رو هم باز متاسفانه نمیدونم چه صفحه شما، خیلی توی این کتاب از زرتشت گفتید که به اصطلاح زرتشت میگه با وجودی که اهورامزدای هست و اینها، ولی خدا مسئول بدیها و اینها نیست، ما هستیم، ما باید خوب باشیم و از طرفی خدا هم به اصطلاح خوبی ها رو کارش نداره، ما لذتش میبریم. ولی یه چیز جالب که این رو من باید باز یقه دوستان یهودی رو بگیرم، توضیح که میدید، بعد نوشتید در تورات درباره فرمان کوروش مبتنی بر آزادی یهودیان اشاره هایی در باب های گوناگون عزرا و اشعیا در کتاب تورات عهد عتیق، درست میخونم این عزرا، تو شیراز میگفتن عزرا، عزرا و اشعیا در کتاب تورات عهد عتیق در دست است. خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی صادر کند و بنویسد کوروش پادشاه فارس چنین میفرماید که یهوه خدای آسمان مرا چنین فرموده است که خانه ای در اورشلیم که در یهوداست بنا نمایم. پس همگی برخواسته و روان شدند. من گفتم اعتماد بیداد، شما این همه دارید تلاش میکنید که آقا حتی آمریکایی‌ها اومدن از کوروش تقلید کردن، دین رو از حکومت جدا کردن، دین ما فلسفی است و به اصطلاح زرتشت رو داریم و اینجوری، اینها یه دفعه میبینیم آقا کوروش هم یهوه که خدای یهودیان هست بهش فرمان میده و این یه جورای دست، حالا صهیونیست اون موقع نبوده، ولی نشون میده که این دوستان کلیمی واقعا چقدر قشنگ رو مغز این دوست ما آقای کوروش کار کرده بودن. حالا نمیدونم اون یکی دیگه کی بوده، زنش بهش کلیمی غالب کرده بودن و وزیرش نمیدونم چنین و چنان. اصلا داستانا رو آدم وقتی میخونه، یه کمی اینجا به آقای سلامی با کردیت بدم که بعضی وقتا فکر میکنم باید گذشته رو واقعا ول کنیم. البته شما این 1-2-3-4 کتابو که توضیح دارید خیلی قشنگه، اونجایی که 3 الان چی از 4 به اصطلاح راه رو نشون میده و اینها، درباره این چی میگید که حتی کوروش هم گفته که یهوه خدای آسمان مرا چنین فرموده است، و کوروشی که اهورامزدا رو داشته چه احتیاجی داشته که یهوه بهش دستور بده؟ بفرمایید.
از اینکه اون پاسخ رو بدم، برای اینکه بینندگان یه تصویر کاملتری داشته باشن، کتاب 383 صفحه است. کوچکترین بخش کتاب، همین بخشی که شما در موردش دارین صحبت میکنین، 33 صفحه است. 11 صفحه اول این بخش در مورد حقوق بشر و دموکراسیه، میمونه 22 صفحه. 22 صفحه از 383 صفحه میشه 5.6%. یعنی کوچکترین و ناچیزترین بخش کتاب گذشته است. پس بنابراین من در گذشته زندگی نمی کنم، دارم به گذشته اشاره می کنم، برای اینکه ریشه ما اونجاست. حالا چون که دارین در مورد 3-4 هزار سال پیش صحبت می کنین، یه خیلی مسائل کمرنگ شده، خیلی هاش با اسطوره و افسانه قاطی شده و هر موقعی هم که یه قدرتی وجود داشته، مثلا یهودی ها در کتاب خودشون هر چیزی که مثبت بوده برای خودشون می ساختن و کوروش یه کار مثبتی کرده، کوروش یهوه بهش گفته که برو این کار برای یهودی ها بکن. اینا دیگه ارزش و اهمیتی به اون صورت نداره و فقط داریم میگیم که در گجاها این مسائل بیان شده که ریشه ها رو نشون بدیم. ولی وقتی اینو شما میذارین توی اون تصویر بزرگ، میبینین که 22 صفحه از 383 صفحه، باید بقیه کتابم خوند و رفت جلو که ببینید که داستان از چه قرار. آقا به قول آمریکایی‌ها hands up، من دستامو کردم بالا و جالب گفتید شما. چیزی رو که خود من به دوستان میگم که یه برنامه رو کامل ببینید، قلم و کاغذ نزدیکتون باشه، بعدن بگید یا انتقاد کنید، شاید همین هیجان و شوق و زود میخوایم صحبت کنیم در من هم اینجوری نشون داده شد و شما مچ منو باز کردی. چشم، من باقی 3 کتاب رو هم میخونم، بعد باز با شما صحبت میکنم. Who knows، ممکن at the end of کتاب سوم من تمام این چیزایی رو که شما گفتید بگم اگه صبر کرده بودم خودم جواب خودم رو میگرفتم. ممنون و متشکرم، چون شما هر وقت میان اینجا از اون وقتی که خودتون گفتید اینقدر با شما هستم بیشتر میمونید. من از این بابت از شما ممنونم. اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی میکنیم با امید اینکه هفته آینده هم من باشم هم با شما باشیم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادین و از فرصت. آخر هفته خوبی رو برای شما و بینندگانتون آرزو میکنم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. من فیسبوک ایشون رو در حین برنامه نشون دادم و اندیشکده.net وبسایت ایشون رو هم نشون دادم. اجازه بدید یک بار دیگه با خود ویدیوی ایشون نشون بدم، اندیشکده.net. حتما مراجعه کنید، صحبتی دارید، نظری دارید، با خودشون مستقیم در تماس بگیرید. اگر اشکالی در تماس مستقیم بود، شما میتونید از طریق تلفن 202-695-2573 پیام بذارید، تکست ارسال کنید، من برای ایشون میفرستم. در برنامه‌های آینده جواب شما رو میگن یا درباره نظراتتون صحبت میکنم. بازم ممنونم آقای لادن که با ما بودید. اوقات خوبی داشته باشید.